سپاسگزارم. با درود به شما و بینندگانتون. پرسش بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری میکنیم با دو تا فرضیه همراه. یعنی نگارنده نویسنده این مقاله میگه فرض کنیم یک جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار جایگزین رژیم اسلامی در ایران شده و فرض دومش اینه که قانون اساسی دموکراتیک تدوین و به اجرا گذاشته شده. یعنی فرضیه ایشون اینه که بر پایه برنامه سرنگونی دولت گذار و جایگزینی هر سه با موفقیت به نتیجه رسیده و در چنین وضعی چگونه از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم. می‌خواستیم اینو مورد گفتگو قرار بدیم که برای من پاسخ رو بعد به این صورت بهش نگاه کنیم که چگونه هستیم، چگونه می‌اندیشیم، رفتار و گفتار و کردارمون چگونه است و با در نظر یعنی داریم درباره زمینه جامعهمون صحبت میکنیم. با در نظر گرفتن این که ما در جامعه نابرابر یعنی خداسالار در شرایطی غیر قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی پرورش یافتیم، با در نظر گرفتیم که حکومت هامون همیشه خداسالار و خودکامه بودن و ما در مقابل سلطنت رعیت و در مقابل مذهب امت بودیم، استبداد ذهنی و زور در فرهنگمون مقبولیت داره، منافع شخصی بر همه چیز و همه کس ارجحیت، زمینه چنین جامعه ای دیکتاتور پروره، زیرا تظاهر و چابلوسی، بت‌سازی و بت‌پرستی در زندگی روزانمون و در روابط اجتماعی و عملکردهای اخلاقی جاسازی شده و نهادینه. یه خاطره اینجا تعریف میکنم براتون، برای بینندگانتون فکر کنم کمک میکنه. آقای حسین کاظم‌زاده وزیر علوم و آموزش عالی بود در دوران حکومت شاه. ایشون در خاطرش میگه که در رامسر 1350 یعنی 47 سال پیش یک جلسه ویژه‌ای هست با شاه و هیئت وزرا. حالا شاه برمیگرده خطاب به وزرا میگه، این توی گیومه است، میگه شماها مانند یابو هستید، اگر رکاب بزنم خود را از جا میکنید، اگر آرام بمانم از جا حرکت نمیکنید. بعد کاظم‌زاده میگه که در مقابل این طرز رفتار با وزیران که در دوران قاجار هم بی سابقه بود، وزرای جوان فرنگ یا آمریکا رفته ما فقط به تعظیم و دستبوسی می پرداختن. در مقابل تملق و چاپلوسی، در یکی از دیدارهامون به همدیگه گفتگو کردیم، نمیدونم خاطرتون هست، گفتم که منوچهر اقبال نخست وزیر و اسدالله اعلم وزیر دربار با همدیگه رقابت می کردن و مشاجره می کردن که کدومشون اول گفته من غلام خانزاده اعلی حضرت هستم. و در مورد گفتگو کردیم که اشبود نصیری رو شاه دوست داشت برای اینکه گفت من سگ اعلی حضرت هستم. بریم راجع به مقبولیت زور و راجع به چاپلوسی و بت‌پرستی صحبت میکنیم. اشاره کردیم به اینکه ما رعیت و امت بودیم، رعیت در مقابل سلطنت، امت در مقابل مذهب. جامعه ما برای دگرگونی نیاز به شهروند داره. گام نخست تکامل
رعیت و امت به شهروند دانش و بینش. در مورد دانش و بینش، جلال عبدو، یکی از ایرانیان آگاه و میهن‌دوست، در خاطراتش می‌نویسه: اگر رضا شاه به جای تشدید اختناق، خودکامگی و ایجاد محیط ترور و وحشت در ایران به آموزش و پرورش مردم و تقویت رشد سیاسی آنان می‌پرداخت تا بتوانند با تحولات اجتماعی در کمال آگاهی به نفع کشور روبرو شوند، ارتشی که وی با هزینه های هنگفت تهیه کرده بود در سوم شهریور، منظورش زمانی که متفقین اومدن ایران، در ظرف 2-3 ساعت متلاشی نمی شد، برای حفظ میهن از خطر تجاوز فداکاری می کرد. نه اینکه امرا و افسران ارتش به جز عده معدودی در هر روز خارجی محل مأموریت خودشون رو ترک کنن، یعنی داره محترمانه میگه فرار کرد. پس چه باید کرد؟ بدون خودشناسی و خودسازی شکی نباید داشته باشیم که دیکتاتوری رو دوباره سازی خواهیم کرد. در رابطه با خودشناسی، چند ماه پیش در یکی از دیدارامون در مورد کاستی‌های فرهنگیمون گفتگو داشتیم. برخی از این کاستی‌ها در گسترش بی‌اعتمادی و تفرقه افکنی و پراکندگی ما نقش بسیار تخریبی و بازدارنده داره. یکی از این تخریبی ترین عوامل سمپاشی، پرونده سازی و ترور شخصیته، به وسیله کسانی که اینا مدعیان روشنفکری و اپوزیسیون هستن، مدعیان رهبری هستن. اینها پیروزی خودشونو در تخریب دیگران میبینن و میدانن. جنون مطرح بودن و خودشیفتگی این اشخاص در حدیه که آنان رو روانی کرده، یعنی از حسادت به بغض، از پنهانکاری به ریاکاری، از پشت سر حرف زدن به از پشت سر خنجر زدن رسیدن. این انسان نماهای روانی باعث اصلی گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، بی‌اعتمادی در میان اپوزیسیون و شکاف بین اپوزیسیون و مردم هستند. و این پدیده در زمانی است که بدون اعتماد به یکدیگر هیچ حرکتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ببخشید. خیلی ممنون. این ماجرای اعتماد و اینها شما تو کتاب خدا سالاری هم اشاره میکنید که به اصطلاح حس اعتماد اگه نباشه، حتی بی‌نظیرترین برنامه ها و درستترین شخصیت ها به جایی نمیرسن. خب بعد اولین سوالی که پیش میاد، پس چه باید کرد؟ چون دوستان از آلمان هم نوشتن اینجا برای من و شما که هیچ جناب سوربی هیچ کس به عنوان دیکتاتور نیامد. متاسفانه ما خودمان دیکتاتور ساز هستیم، یا خدایگان شاهنشاه آریامهر می سازیم، یا رهبر معظم انقلاب و هواداران مجاهدین هم که هنوز هیچی نشده دارن جای قدم مرحوم رجوی را ماچ می کنن. جالب اینجاست که دیشب توی یکی از این برنامه ها ترامپ رو سوپریم لیدر خطاب می کرد و می گفت که اگر جیزز یه طرف نشسته باشه، حضرت عیسی، عیسی مسیح یه طرف نشسته باشه، ترامپ هم یه طرف، این یه چیزی بگه، این یه چیزی بگه، گفت اینایی که بیس هستن، دنبال روی این هستن، اینها حرف ترامپ رو قبول میکنن. یعنی اگر توی ایران الان ولی فقیه داریم، اگر توی کره شمالی چیرمن اون سوپریم لیدر داریم، توی آمریکا هم این متاسفانه تونسته خودش رو اینجوری غالب کنه با این کارایی که کرده و این چیزای دروغی که الان به ظاهر وضع اقتصاد خوب و اینها، که هر روز که من اینا رو دنبال میکنم میبینم که این داره آماده میشه برای به اصطلاح رکود اقتصادی. این هم ماجرای برگردیم به این اعتماد و به اصطلاح حسن اعتماد و
و اینکه اگر شما بهترین برنامه‌ها و درست‌ترین شخصیت‌ها را هم داشته باشید باز به جایی نمی‌رسن. پس چه باید کرد؟ نه کاملا زدین توی هدف. برای مقابله با کمبود فرهنگی و این پدیده با این کمبود فرهنگی یک راه آسون وجود داره که هممون میتونیم در انجامش شرکت کنیم. داریم راجع به این سمپاچی و پشت سر دیگران صحبت کردن و گفتگو میکنیم. این راه ساده و روشن و این راه ساده و روشن هم برای اپوزیسیون در شناسایی عاملین بی‌اعتمادی. ما توی اندیشکده آگاهی و شناخت و همدیگه قرار گذاشتیم بین اعضا و دوستان که هرگاه یکی از دوستان و آشنایان حتی فامیل میخواد پشت سر کسی صحبت کنه، ما میگیم که ما نه پشت سر دیگران چیزی میگوییم و نه حاضریم چیزی بشنویم. ببینین این خیلی خیلی ساده است، ولی اگر چنانچه هممون این کارو بکنیم به زودی این عادت زشت تخریبی از رونق میفته. و گفتیم یه راه قبل از اینکه به اونجا برسیم، من پیشنهاد میکنم که کلامون رو قاضی کنیم، ببینیم این شخصی که داریم در بارش پشت سرش حرف میزنیم آیا این شخص هیچ صفت خوب و مثبتی نداره، یا اینکه ما تنها دنبال عیب دیگران هستیم. میرزاده عشقی یه شعری در این مورد داره که جالبه، میگه که خری از گلستان باقی گذشت، بسی گل به ره دید و وقعی نهشت. نسنجید کان جلبه گل ز چیست، نفهمید فریاد بلبل ز کیست. رسید او به جایی که ره تنگ بود، بسی شاخه در راه آونگ بود. طبیعیست بر جسم آن شاخسار، بدانسان که گل بود بود نیز خار. یعنی میگه این خر خارو میدید ولی گلو نمیدید و اعتراض میکرد که چرا خار اینجا هست. و گفتیم این راه سادم هست برای اپوزیسیون، برای شناسایی این انسان نماهایی که روانی هستن و دارن ما رو به بی‌اعتمادی میکشن. زمانی که کسی میاد پیش شما و پشت سر کسی بدگویی میکنه، سمپاچی میکنه، پرونده سازی میکنه که هممون باهاش آشنا هستیم، نه تنها نباید تحت تاثیر واقع شد، بلکه باید از این گونه اشخاص دوری کرد تا به مرور بیاموزن که اناشون رأی نداره. در رابطه با سمپاچی و ترور شخصیت میخوام بخشی از مقاله که 86 سال پیش در روزنامه شفق سرخ منتشر شد با هم مرور کنیم. این اول میبینیم که 100 سال پیش هم تو ایران همین بوده که هست. دوباره من ببین چی میگه راجع به این اشخاص. میگه امروز درستی و راستی بیشعوری محسوب میشود، مهر و محبت مورد تمسخر است و یه مش مردم بی مسلک بی ایدئال آری هر گونه صفات انسانی در قعر منجلاب خودخواهی و خودپسندی مثل مگس‌های بار شکسته دست و پا می‌زنند. ببینید همینطور که می‌بینیم از یه سو عاملان بی اعتمادی و نفاق ما هدف اونا قرار داریم و از سوی دیگر استبداد ذهن و مقبولیت زور باز تولید، یعنی برگردیم به سوال اول، باز تولید استبداد رو اجتناب ناپذیر خواهد کرد مگر اینکه آگاهانه و با برنامه با این عوامل مقابله و مبارزه کنیم. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز اگر در رابطه با صحبت‌های آقای لادن سوالی دارید یا نظری دارید بپرسید یا مطرح کنید، در موردش صحبت می‌کنید. من سعی می‌کنم صفحه فیسبوک شما را نشون بدم تا دوستان اگر خواستن مستقیما با صفحه فیسبوک شما، چون اینجا ما به شما امیر حسین لادن میگیم
ولی اونجا شما حسین رو اچش رو فقط نوشتید. این بعضی وقتا ممکن، گرچه همون لادن هم اگه دوستان بنویسن پیدا میشه و هم صفحه فیسبوک خودتون رو دارید هم صفحه اندیشکده و میتونن از این طریق با شما در تماس باشن. ضمناً ویدیوهای شما هم روی صفحه مردم تیوی گذاشته میشه که اونجا هم میتونن دوستان دسترسی داشته باشن و در موردش به اصطلاح با شما در هر موردی که میخوان تماس بگیرن. ولی شما یه حرفی خیلی قشنگ زدید، یه دفعه گفتید من در هر موردی و با هر کسی نمیخوام صحبت کنم، اگر دیدم قابل بحث هست صحبت میکنم. این ماجرای آمریکا الان و ایران، گرونی در ایران، نبود دلار، نمیدونم شما از اول برنامه نگاه کردید یا نه، من امروز داشتم ماجرای ونزوئلا رو گوش میدادم، دنبال میکردم سوء قصد به جان رئیس جمهور، ماجرای دلار که اونجا میخواد بیاد جای واحد پول اونها رو بگیره، همون جوری که نمیدونم توی کشور آفریقایی بوده اینجوری شده و الان دیگه واحد پول اونها دلاره، ولی میگه دیگه اینها مثل یک مستعمره آمریکا شدن، یعنی دیگه وقتی نتونه خودش پول چاپ کنه، وقتی نتونه خودش پشتوانه داشته باشه و اینا. شما فکر میکنید توی ایران اوضاع و احوال به چه صورته، مخصوصا با این سانکشن های دوباره‌ای که آمد و قویتر هم میشه از نوامبر، ولی ناگفته نمونه که آقای ران پال رفته با ترامپ دیدار داشته و گفته که ما نمیتونیم حکومت ایران رو به اصطلاح بندازیم، ما نمیتونیم یه جنگ دیگر رو شروع کنیم، و الان هم ران پال توی روسیه با پوتین داره میره و یک نامه ای از ترامپ برده به اونجا. شما ضمن این که این نامه محتویاتش گفته نشده و اینها، شما چی فکر میکنید کلن اوضاع شرایط مثل کی هست، مثل چه زمانی هست؟ چون بعضی ها میگن الان درست مثل سال 1357 و من میگم بابا اون موقع یه نفر بوده شبنامه میفرستاده، برنامه میفرستاده، الان اینجوری که نمیشه بشینیم اینجا هی بگیم تو برو که من هستم، این از بیرون گود نمیشه لنگش کرد. نظر شما چیه در مورد اوضاع و احوال ایران و آمریکا؟ دو قسمت دو در گفتگوتون بود، یکیش بخش آمریکاش و آقای ران پال. البته این حرکت که ران پال میکنه یه خورده منو به این اندیشه میندازه که ایشون قصد داره دوباره برای مقام انتخابات ریاست جمهوری فعالیت کنه و الان این ایشون میذاره توی موقعیت مهمی، موقعیت حساسی، ملاقات کردن با پوتین و این عمل. در رابطه با ایران، حالا اینی که مثل 57 هست یا نیست باید بیشتر بهش نگاه کرد، ولی سانکشن ها میدونین که قبل از این که سانکشن ها به وجود بیاد، یعنی از یه ماه پیش، همینی که میدونستن که سانکشن میخواد بیاد، اوضاع اقتصادی به شدت دگرگون شد، برای اینکه دست اندرکاران حکومت دزدی ها رو بزرگتر، بیشتر و خیلی در روز روشن انجام دادن، یعنی ارقام نجومی داره از ایران میره بیرون و این خودش نمودار اینه که یک ترس و وحشتی هست. اگه خاطرتون باشه به اندازه یک ماه پیش یکی از سردارهای سپاه در این مورد گفتگو کرد که فکر کنم بد نباشه که ما حکومت نظامی داشته باشیم، یعنی یک رئیس جمهور یا یک فرمانده نظامی ایران رو در دست داشته باشه. یک چیزهایی در شرف انجامه. هممون میدونیم که آخوندها اهل بخیه هستن و اگه ببینن که دارن سرنگون میشن دست به هر کاری میزنن. اینجا مردم هن که به شدت اوضاع زندگیشون نابسامان و تحت فشار هستن. اگر این نابسامانی و تحت فشار بودن خودشو برسونه به جایی که مردم بیشتر با هم باشن، اگر فرض کنین اعتراضی دارن، اعتراض
صد هزار نفره نباشه، اعتراض چند میلیونی باشه، توی شهر نباشه، تو تمام شهرها باشه، بی شک حکومت دگرگون میشه. حالا چند تا سناریو وجود داره. برای مثال یک سناریو این هستش که اینا با آمریکا کنار بیان و سپاه کودتا بکنه، و اگر چنین اتفاقی بیفته یک عده‌ای رو میگیره میندازه زندان، قانون اساسی و ولایت فقیه رو ملغا اعلام میکنه و خب یه عده مردم خوشحال میشن که دیگه قانون اساسی و قانون اساسی ولایت فقیه و خود ولایت فقیه نیست. و اگر اینا توانایی داشته باشن که اون پولایی که داره از ایران میره بیرون در درون ایران خرج کنن، و امکان داره که بتونن حتی با آمریکا و روسیه کنار بیان. یعنی این سناریوها وجود داره. ما امیدمون باید این باشه که یک آمادگی از طرف اپوزیسیون وجود داشته باشه که بتونه بره در درون با سیستم یک جوری بره جلو، نه با ولایت فقیه، یعنی با اینی که دگرگونی ایران متلاشی نشه. بعد امیدمون این باشه که به این کشیده نشه که به ایران حمله نظامی بشه، ایران متلاشی بشه مثل عراق و سوریه و لیبی. اینجور سناریوها وجود داره. ولی چیزی که مسلمه، شما اشاره کردین به رهبری و خیلی از ایرانی ها همینو میگن ما رهبری نداریم. شما در دیدار پیشین به من گفتین که دوباره در این مورد که خب این برنامه ها هست ولی رهبری نیست، یعنی که کسی نیستش که بگه من آمادم که بریم ایران رو نجات بدیم. من فکر کنم اگر ما برسیم به گام بعدی، رهبری از درون این حرکت ها و از درون مملکت و از درون اپوزیسیون میاد بالا. حالا ممکنه این رهبری باشه 4-5 نفر و بعد در نتیجه یکی از میونه اینا بیاد بالا، ولی من فکر کنم با برنامه، با حساب کتاب، با پشتکار و استواری بریم جلو، بی رهبر نخواهد. بسیار ممنونم. پس امیدواریم که منظم باشه و رهبری هم پیدا بشه، حالا حتی اگه 4-5 تا باز با هم ائتلاف کنن و اون برنامه هایی که تو کشورهای دیگه داریم میبینیم اونجا دیده نشه. یک نوار کوچیکی من پخش کردم، نمیدونم امروز شما دیدید یا نه، راجع به یک گوینده عربی، یک خانمی که نقل قول میکنه که عرب ها اینقدر پول خرج کردن، آخرش این شد که عراق افتاد دست ایران، اینقدر پول خرج کردن، لیبی لبنان اینجوری شد افتاد دست ایران، آمریکا پول دادن باز عربا به این امید که برجام از بین ببرن، دلیلی شد که اروپا بیاد سراغ ایران و با ایران نزدیکتر بشه. شما نظرتون در این مورد چیه؟ دیدید اونو یا نه؟ یا کلن این موضوعات قبول دارید؟ چون الان با وجودی که میگه اروپا نزدیک به ایرانه، خود اروپا هم الان به اصطلاح مثل داره تنبیه میشه همراه با ایران، و خیلی ها باور دارن که این تحریم های جدید علیه ایران نیست، تحریم های ترامپ علیه اروپا هست. در این مورد نظرتون چیه؟ اولا در مورد اون ویدیو رو من ندیدم، ولی اینی که مسلمن هممون میدونیم که حمله به عراق، نابودی عراق و صدام به نفع ایران بود، به وجود اومدن ایاتون بشه کارزای که رهبر افغانستان بود و اون آقای معاونش اکبر که کنم اسمش بود، الان تو ذهنم نیست، اینا به نفع ایران بود، رفتن در سوریه، دگرگونی سوریه به نفع ایران بود. پس یعنی ایران تونست در منطقه برای خودش بد علم کنه. منظور من البته ایرانیه که تحت کنترل ملا هاست. در اون چارچوب گفته اون خانم با حقیقت بسیار نزدیک، ولی در رابطه با برجام، در رابطه با سانکشن ها و این تحریم ها، اروپا
منافع بسیار بسیار زیادی داشت در عدم وجود آمریکا. و اگر آمریکا قصدش این باشه که اروپا رو تنبیه کنه، من اصلا تعجب نمی کنم. ولی در حال حاضر همینجوری که شما بهش اشاره کردین، آمریکا فراموش نکنیم که بزرگترین اقتصاد دنیاست و بزرگترین قدرت دنیاست، و اگه به بانکای اروپا بگه که شما با ایران معامله کنی با ما نمی کنی، همه شون ماساشون رو کسه می کنن. شما دیدین که رنو متوقف کرده تولیدشو در ایران و بیشتر سازمان ها و شرکت ها. یه چیزی رو اینجا نباید نادیده گرفت. شما اشاره کردین به دلار در یک کشور آفریقایی. میخوام خاطر جمع باشم که بیننده ها در این چارچوب میدونن که علت اصلی سرنگونی لیبی، نابودی لیبی چی بود. علت اصلی سرنگونی و نابودی عراق، اسمش دارم سعی میکنم یادم بیاد، صدام حسین بله. چی بود علت اصلی این دو نابودی این دو تا کشور؟ اول آقای در لیبی ایشون اومد گفتش که ما از این به بعد قذافی جان، سرهنگ قذافی، بله آقای قذافی گفت از این به بعد ما در مقابل فروش نفت طلا قبول میکنیم و سلام دیگه دلار نمیپذیریم. خب این یک ضربه بسیار شدیدیه به آمریکا که میتونه اقتصاد آمریکا رو متلاشی کنه، چون آمریکا علت این که تونسته از بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا قدرت مطلق اقتصادی دنیا باشه به خاطر اینه که تمام خرید و فروشای نفت در دنیا از طریق دلاره. و صدام اعلام کرد بعد از اینکه صدام ده سال تموم کوبیدنش، گفت من از این به بعد یورو هم قبول میکنم، و اینم شد باعث سرنگونی صدام. یعنی اینو ما باید بدونیم که دلار و مسائل منافع مالی و مادی نقش بسیار بسیار بزرگی داره، شاید 90% فقط در اون چارچوب باشه. بله. حتما یه فیلمی هم هست دیدین شما، اون فاینانشال هیتمن، یعنی به اصطلاح هیتمن اقتصادی. دستت ممنونم از شما. اگر موضوعی هست امروز باز بخواید در مورد صحبت کنید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنیم با امید اینکه باز هم هفته آینده شما رو داشته باشیم. و باز هم به دوستان یادآوری میکنیم که میتونن از طریق ایمیل شما، فیسبوک شما، وبسایت شما تماس بگیرن، یا اینجا تلفن و تکست و همه امکانی هست، فقط باید بخوام. بفرمایید. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم. ممنونم از شما. خیلی ممنون که با ما بودید. به امید دیدار.